أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب قلوب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خدا را به وجود مقدس جوان رشید امام حسین علی اکبر سوگند می دهیم و قسم می دهیم که جوانهای ما را در پناه خود و امام زمان محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با ویژگی ها و صفات امام حسین علیه السلام و یارانش است. یکی از ویژگی های امام حسین علیه السلام که سبب ماندگاری و جاویدانی نهضت اوست اخلاص امام حسینه. در زیارتنامه آقا خدا قسمت همه کنه توفیق زیارت قبر شش گوشه امام حسین علیه السلام مانند چین ایامی در حضور عزیزان در زیارتنامه میخوانیم اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. این اخلاص که در زیارتنامه آقا هم آمده یکی از خصوصیات و ویژگی های امام حسین علیه السلام است. روایات در این زمینه بسیار است. در روایتی دارد که الاخلاص و غایت الدین، اصلا هدف دین، پایان و غایت دین اینه که انسان به اخلاص برسه، انسان در راه خدا مخلص باشه. الاخلاص و ملاک الدین، معیار دین انسان اخلاصه. هر چقدر اخلاص انسان عیارش بیشتر باشه، خلوصش بیشتر باشه، قطعا این دینش قوی تر خواهد بود. لذا می فرماید در این حدیث الاخلاص و ملاک الدین. یه روزی رسول گرامی خدا در مسجد رو کرد به اصحاب فرمود فی من نجات. هیچ می دونید که نجات و رهایی در چیه؟ بعد فرمود الله یعمل العبد بطاعت الله یرید به الناس. یعنی انسان یک کار خدایی را به انگیزه غیر خدایی انجام نده، همین این سبب نجات انسان میشه که کار انسان، عمل انسان به انگیزه غیر الهی نباشه. حالا اخلاص میدید یک اثرش چیه؟ این عزیزان دقت کنید که در سیره امام حسین عرض کنم من، این که کارهای با مشقت و سخت رو برای انسان آسان میکنه، تحمل مصائب رو برای انسان راحت میکنه. به این جمله امام حسین دقت بفرمایید. امام حسین در روز عاشورا آخرین سربازشون فرزند طفل شیرخوارش بود که به شهادت رسید. خب بالاخره طفلی که
از دار دنیا میره، از نظر عاطفی هر کسی برای طفل متأثر میشه. اینم دیگه ارتباطی به دین و مذهب نداره. یه طفلی که در تعبیرهای عامیانه تعبیر میکنن به این که یه طفل معصومیه، مرتکب گناهی هم نشد، این قابل تأثره و مرگ او خب ناگوار خواهد بود. هنگامی که طفل 6 ماهه او بر روی دستش به شهادت رسید، این جمله رو فرمود: هون علیه، فرمود هون علیه ما نزل بی انهو به عین الله. الله اکبر. فرمود به این که اون چه که این مصیبت را برای من آسان کرد این است که این شهادت و این مصیبت در محضر خداست، در مقابل دید خداست. چون برای خداست، خلوص برای خداست، در راه خداست، در مقابل دیدگان خداست، در محضر الهیه، لذا دارد که حضرت فرمود هون علی ما نزل بی، اون چه که این مصیبت ناگوار و جنگوداز را بر من آسان کرد، انهو به عین الله، چون که این مصیبت با این سختیش چون در محضر خداست و در مقابل دیدگان خدا، لذا برای من آسان شد. خیلی از کارها اینی که از اثرات اخلاصه، این که انسان کار رو برای خدا که میکنه چون میداند در مقابل دیدگان پروردگاره، طبیعتاً کارهای با مشقت برای او سخت میشه. یه مثال عامیانه عرض کنم، انسان وقتی که میبینه حالا در حضور عده ای او رو نگاه میکنن، گاهی وقتا تنهایی که هست یه وزنه مثلا 50 کیلو رو سخت بلند میکنه، اما وقتی در حضور یه عده ای در مقابل دید افرادی میخواد این کارو کنه، گویی یه انرژی و قوت بیشتری بهش الهام میشه و همون وزنه 50 کیلویی که به تنهایی نمیتونست بلند کنه، وقتی در حضور دید یه عده ایه خیلی راحت بلند میکنه. کار برای خدا هم همینطوره. ولذا اگر امام سجاد علیه السلام در سجده نماز 1000 بار ذکر لا اله الا الله حقا حقا جاری میکنه، کار سختیه، اما چون به عین الله، در محضر خداست، برای خداست، ناب و خالص از برای خداست، اخلاص تو کار هست، به این باور رسیده، براش آسان میشه. لذا اخلاص یکی از اثراتش این است که چون در مقابل دید خداست، انسان کارش بر انسان آسان میشه. اگر انسان عزیزان به این باور، به این یقین برسد که کارهای او در محضر الهی است، همه کارهای سخت، عباداتش همه برای او آسان میشه. اگر به این باور برسه که در محضر الهی است. یه جمله ای است که در خیابونای تهران خیلی روی این دیوارا نوشتن از مرحوم امام امت، ایشون در سخنرانیشون چند بار شاید فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. واقعا انسان اگر به این یقین و باور برسه که هر آن و هر لحظه او در مقابل دید و محضر خداست، هیچ وقت انسان گناه نمی کنه. مثل این که انسان در کنار و در محضر یه بزرگی نشسته، حداقل به خاطر شرم از او مرتکب خطا نمیشه. خب اینم اینطوریه، اگر انسان به این باور برسه که کارهای او در مقابل دیدگان خداست، قطعا کارهای سخت و با مشقت برای او آسان میشه. در احوالات مرحوم علامه طباطبایی صاحب کتاب گرانقدر تفسیر المیزان نوشتن که اون زمانی که در نجف تحصیل میکرد، پس از پایان میخواست به ایران برگرده، رفت محضر استادش، استاد اخلاق، که الان که من میخوام برگردم یه توصیه، یه سفارشی، یه نصیحتی. میگن فقط یک جمله فرمود، گفت به علامه طباطبایی که در کارها علم تعلم ان الله یرا، آیا نمیدانی که تمام آنات و لحظات و کارها و گفتار کردار تو در مقابل دیدگان خداست؟
اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است. همین جمله رو فرمود: الم تعلم ان الله یرا. لذا در زمینه اخلاص یک اثر اون اینه که کارهای سخت رو برای انسان آسان میکنه. در جنگ بدر یکی از اصحاب پیغمبر خدا که در میدان بدر می جنگید، یکی از کفار و مشرکین به نام مکه را در جنگ تن به تن کشت و از بین برد. خب در اثر کارزاری مدار زخمی شده بود، روی زمین استراحت میکرد. یه عده‌ای دوان دوان رفتن محضر پیغمبر که یا رسول الله ما اینو کشتیم. آمدن گفتن صهیب، نام این صحابی صهیبه، کجا نشستی که همه امتیاز کشتن این را به نام خودشون ثبت کردن؟ میدید برگشت چی گفت؟ گفت آیا این عمل و این کار در محضر خدا بود یا نه؟ آیا خدا میداند که کی این کار را کرده؟ همین کافیه برای من. مهم آن است که خدا میداند. لذا وقتی آمدن محضر پیغمبر، پیغمبر خدا در قرآن کریم دارد که پیغمبر اذن خیر لکم، سبکش این بود که کسی که میآمد مطلبی به او میگفت گوش میکرد و به قول امروزی ما تو ذوقش نمیزد، خیتش نمیکرد. دارد که قرآن میفرماید که پیغمبر خدا، یه عده منافقین میگفتن ما رفتیم فلان مطلب به پیغمبر خدا گفتیم و مثلا پیغمبر باور کرد. آیه نازل شد که اذن خیر لکم، پیغمبر خدا گوشه، اون چه بگویید میشنود اما بعدن طبق نظر واقعی عمل میکنه نه به حرفایی که شنیده. لذا پیغمبر خدا میشنید، خب میدونه که بالاخره کی این پهلوان و شجاع قریش رو از بین برده، کفار قریش از بین برده. لذا صهیب گفت به این که خدا که میداند، این مهمه، لذا کفایت میکنه. بنابراین وقتی انسان به این باور برسه قطعا کارهای با مشقت هم برای او آسان میشه. این یک اثر از آثار اخلاص. یک اثرش اینه که خداوند متعال میفرماید وقتی که شیطان از درگاه الهی طرد شد قسم خورد به خدا، سوگند خورد، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، گفت به عزت و جلالت تمام این بندگان را گمراه میکنم من، اما یه استثناء کرد، الا عبادک منهم المخلصین. عزیزان دو کلمه است، مخلص و مخلص. مفسرین میگن مخلص همون یعنی اخلاص، اما مخلص یه درجه بالاتره، آخرین مرحله اخلاص مخلصه. به خدا عرض کرد که به عزت و جلال تمام بندگان را گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، اما اونایی که به مرحله اخلاص و ناب شدن رسیدن کارشون نمیکنم. لذا یک اثر اخلاص اینه که انسان از دام فریب شیطان رهایی پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه. این یک اثر. اثر دیگر، ما در روایت داریم که هر چیه خلوص عمل انسان بیشتر باشه درجات و مراتب تقرب انسان به خدا هم نزدیکتر خواهد بود. در روایتی که دارد رسول خدا فرمود بالاخلاص تتفاول مراتب المؤمنین، هر چی خلوص این عمل بیشتر باشه قطعاً اون درجه و رتبه اون انسان هم نسبت به خدا نزدیکتر خواهد بود. بنابراین اخلاص یکی از آموزه‌های اخلاقی دینی اسلامه که واقعاً اگر کسی در معنای اخلاص غور کنه یک معنای وسیعی را شامل میشه که انسان میتواند با همین یک کلمه اخلاص خودش را از اولیاء مقرب الهی قرار بده. اگر سرمشق زندگیش اخلاص باشه تمام کارهاش رو به راه خواهد بود. میگن که در بهار الانوار یه روایتی رو همین امشب می‌دیدم من، در جریان
قصه حضرت موسی با شعیب، وقتی که شعیب دخترانش آمدن گزارش دادن که یه جوانی سر چاه به ما کمک کرد و حیوانات را از چاه آب کشید و به حیوانات آب داد، بعد دارد که فرستاد سراغ موسی. موسی آمد به محضر شعیب وارد شد. در روایت نوشته این مرحوم علامه مجلسی در بهار، وقتی که موسی بر شعیب وارد شد هنگام غذا خوردن شام حضرت شعیب بود. بعد دارد که شعیب تعارف کرد به موسی که ای جوان بشین غذا بخور. گفت به این که فقال موسی اعوذ بالله، پناه به خدا میبرم. قال شعیب ولمه ذلک، چرا؟ الست به جایه؟ آیا گرسنه نیستی؟ قال بلا، عرض کرد به این که به شعیب بله گرسنه هستم، اما ولکن اخافو ان یکون هذا عوضا لما سقیت لهما، اما میترسم اون کار با اخلاصی که برای خدا انجام دادم و آبی که از چاه کشیدم برای اون گوسفندان در اخلاص اون یه مقدار شائبه ای وارد بشه که بگم این کاری که من کردم در مقابل این غذایی است که شامی است که حضرت شعیب به او میده. بعد دارد که شعیب گفت به این که لا والله یا شاب ولکنها عادتی و عادت آبائی نقر الضیف و نطعم الطعام. بعد که حضرت شعیب فرمود به این که نه اینطور نیست، اینطور نیست که این شام در مقابل اجرت و پاداش اون کار تو باشه، فجلس موسی یأکل. لذا تا این اندازه انسان در رفتارش و در کارهاش اخلاص را رعایت کنه که شائبه ای از انگیزه نسبت به غیر خدا نباشه، اینا از اثرات اخلاص در راه خداست. ولذا در روایاتی که من میدیدم برای این مطلب دارد که انسانهای مخلص یه علامتهایی داره، ائمه طاهرین، معصومین، پیغمبر خدا یه نشانهایی در روایات بیان کردن که انسان باید خودشو با اینها تطبیق بده. اگر این نشانها و این علامت ها در انسان هست میفهمه که کارش مخلصانه است و در راه خداست. اولین علامت اخلاص، حدیثی از وجود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی، حضرت فرمود ان لكل حق حقیقه، هر چیزی یه واقعیت و حقیقتی داره. و ما بلغ عبد حقیقة الاخلاص حتى لا يحب ان يحمد على شيء عمله لله. حضرت فرمود هر چیزی یه علامتی داره، هر چیزی یه واقعیتی داره، یه حقیقتی داره، و هیچ بنده‌ای به حقیقت اخلاص نمیرسد مگر اینکه توقع نداشته باشه به خاطر کاری که میکنه مورد تشویق و مورد تعریف و ستایش قرار بگیره. اگر انسان به این مرحله از ایمان برسد که در مقابل کارهایی که انجام میده توقع تشویق و ستایش نداشته باشه، قطعا این نسلیدن به اون مرحله اعلای اخلاص در راه خداست. بله، تشکر و تقدیر وظیفه مردمه، که با اون فرمایشی که به حسب ظاهر روایت باشه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که سپاسگزاری از مخلوق خدا نکنه در واقع از خدا سپاسگزاری نکرده. تشویق و تقدیر وظیفه مردمه. امام حسین هم روز عاشورا از اصحابش تقدیر کرد، اونجایی که ندا داد یا حبیب ابن مظاهر، یا موسی ابن عقیل، یا برر، یا زهر، یا موسی ابن اوسجه، یا فرسان الهیجا. امام حسین هم در روز عاشورا از اصحاب تقدیر کرد. اما اخلاص یعنی این که انسان به مرحله برسد که در مقابل کاری که برای خدا انجام میده توقع تعریف و ستایش نداشته باشه.
لذا یکی از نشانه های اخلاص توقع نداشتن انسان ستایش رو تعریف کردن. حضرت نوح، این بنده خدایی که هر وقت من تاریخ حضرت نوح میخونم 950 سال یا بیشتر عمر کرد، عزیزان در تاریخ نوشتن اونقدر برای توحید و یک تاپرستی خدا تلاش کرد، میگن هر 10 سال یک نفر انسان مؤمن میشد، هر 10 سال یک نفر. نه فقط کسی رو تشویق نکرد، ترغیب نکرد، از او ستایش نکرد، بلکه او را مورد تمسخر هم قرار میدادن، او را مسخره میکردن، اما دست از تلاش بر نداشت. چرا؟ چون به عین الله در محضر خداست، کارش خالص برای خداست. وقتی کار خالص برای خدا بود، انسان اعمال با مشقت را به راحتی و آسانی انجام میده. قطعا در دل نیمه شب بلند شدن، در سرما وضو گرفتن، نماز شب خوندن کار سختیه، اما وقتی انسان به این یقین و باور میرسد که این به عین الله، این کار او مورد عنایت خداست، برای خدا انجام میده، قطعا عباداتش، نماز شبش، همه اینها برای او آسان میشه. لذا این اولین علامتی در مورد این که انسان در مورد اخلاص توقع تعریف و ستایش نداشته باشه. این یه اثر. اثر دیگر این است که عملی مورد قبول خدا واقع میشه که درش اخلاص باشه. عملی که سر سوزنی شائبه غیر خدا باشه، در درگاه خدا مورد قبول نخواهد بود. رسول خدا در یه حدیثی فرمود اخلصوا اعمالکم لله، اعمال خودتون را، کارهای خیریتون را، هر کاری که انجام میدید برای خدا خالص کنید. فان الله لا يقبل الا من خلص له، خدا نمیپذیرد عملی که درش اخلاص نباشه. اخلاص به اون جایی که انسان اگر میره در یه خانه مستمندی کمک مالی به او میکنه، دست چپ او از دست راست او با خبر نباشه که چقدر کمک کرد، چی کمک کرد. دیگه این نهایت عالیترین درجات اخلاص است. این یک علامت. علامت دیگر، در یک حدیثی امام صادق فرمود لا یسیر العبد خالصا، انسان و بنده خدا به مرحله خلوص نمیرسد، حتی یسیر المدح و الذم فیه سوا، مگر این که ستایش و مذمت در مقابل او یکسان باشه. البته طبع انسان از تعریف و ستایش خوشش میاد، از مذمت و نکوهش متأثر میشه، بدش میاد، اما انسان اگر به این مرحله در تهذیب نفس و ایمان برسه که کارش برای خداست، تعریف مردم در او اثری نمیکنه، مذمت مردم هم در او اثری نمیکنه. یکی از اصحاب امام هفتم و هشتم، یه شخصی است به نام یونس ابن عبدالرحمن، یه سری ما روایات فقهی هم از این بزرگوار نقل شده در فقه شیعه. یونس ابن عبدالرحمن کسی است که امام هفتم به او وعده بهش داد. خیلی انسان به یه مرحله‌ای برسه از تقرب الهی، امام حجت خدا، امام معصوم به او وعده بهشت بده. خب در یه مرحله‌ای، در یه برهه‌ای، یه جوی بر علیه او درست شد، یه عده‌ای بر علیه او قیام کردن، به تعبیر می‌کردن به اینکه عبدالرحمن ابن ابی، یعنی انسان حلال زاده نیست. اتفاقا یه روزی آمد محضر مقدس امام هشتم، دید تو اتاقی که امام هشتم تشریف دارن یک گروهی نشستند، ایستاد گوش میداد، دید که اینها در میان صحبتها بر علیه عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن حرفایی زدن. خب جلسه تمام شد، همه اینها بیرون آمدن، یونس ابن عبدالرحمن آمد محضر امام هشتم، ابن رسول الله، گریش گرفت، متأثر شد، دیدی در محضر شما هم پشت سر من چه حرفایی زدن؟ امام فرمود به این که من از تو راضی هستم، ما که از تو راضی باشیم
قطعا خدا هم از تو راضی است، لذا نگران نباش. رضایت ما، رضایت خدا در رضای ماست، بنابراین ما که از تو راضی هستیم، لذا این مدح و نکوهش ها در تو اثر نکنه. البته رسیدن به این مرحله کار آسانی نیست. گاهی وقتا انسان، برای هر انسانی پیش آمده، یک کار خیری انجام میده، شیطان لعین وسوسه میکنه که این کار خیری که در پنهان انجام دادی اینو ابرازش کن، به مردم بگو، هی میخواد خلوص این کار رو از بین ببره. ولذا یک کار مخلصانه انجام دادن اولش کار راحتیه، اما استقامت بر این اخلاص کار سختیه. هی وسوسه میکنه که ابراز کن، به مردم بگو این کارو من کردم، برای امام حسین غذا پختم، کمک کردم به مجلس امام حسین، یه مستمندی رو دستگیری کردم، اینقدر به فقیر کمک کردم. لذا استقامت از خود عمل مهمتره. امام صادق فرمود که الابقاء على العمل حتی يخلص اشد من العمل. انسان بر این کار مخلصانه‌ای که انجام داده استقامت کنه، پایداری کنه، تا اینکه هیچ گونه غیر اخلاصی درش مشوب نشه، مخلوط نشه، این از خود عمل قطعا مشکلتر و سختره. بنابراین اخلاص در عمل یکیش اینه که انسان بتونه به این که بر این اخلاص استقامت کنه. خب من کم کم کوتاه میکنم عرایزم. علامت سومی که در کلمات گوهربار معصومین علیه السلام در رابطه با اخلاص بیان شده اینه که شخصی آمد محضر مقدس رسول خدا، یا رسول الله ما ثمن الجنه، ای رسول خدا قیمت بهشت چیه؟ انسان بهشتی کیه؟ بهای بهشت چیه؟ حضرت فرمود قل لا اله الا الله مخلصا. حضرت فرمود ببین که لا اله الا الله با اخلاص. گفتنش بر زبان آسانه، اما با اخلاص واقعی بودن قطعا کار آسانی نیست. اخیراً اینو عرض کنم، یک کتابی در قم چاپ شده، بسیار کتاب سودمندیه، انشالله در ماهای آینده به زبان عربی ترجمه بشه، به نام روزنه های غیب. مؤلف این کتاب آیت الله خرازیه. یه جریانی نقل میکنه که انسان میداند که واقعا پشت پرده چی میگذره. اگر انسان برسه مرحله اخلاص، به چه مراحلی از ایمان میرسه. میگه یه شخصی از علمای مشهد نام میاره که اخیراً از دار دنیا رفته، نقل شد که در یه سفری که رهبر انقلاب به مشهد مشرف شده بودن، این یکی از علمای مشهد این قضیه را خودش که دیده بوده برای رهبری نقل میکنه. این پیرمرد که تازه چند سال از دار دنیا رفته میگه من یه شب در تاریکی شب رفتم برای زیارت صامد الحجج، آقا علی ابن مسرضا علیه السلام. خب اون زمانم 40 سال قبل بیشتر مثل این الان نه برق بود و نه نورافکن بود و نه لامپ بود. میگفت در تاریکی شب به سمت حرم حضرت رضا من میرفتم، دیدم از دور یک نوری چشمک میزنه، این نور روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه. میگه کم کم که نزدیک شدم دیدم مرحوم آشخباس قمی، محدث قمی است، صاحب کتاب مفاتیح الجنان، هن کتابی که به خاطر اخلاص در تألیف این کتاب در هیچ خانه‌ای در کنار قرآن نمی‌بینید که مفاتیح الجنان نباش، اول قرآن بعد این کتاب دعا. میگه دیدم مرحوم آشخباس قمیه، دیدم هنگامی که دهانشو باز میکنه نور میاد، نور ساطع میشه، دهانشو میبنده نور قطع میشه. میگه رفتم نزدیک، عرض سلام کردم، عرض کردم که مرحوم آقای آشخباس قمی، این ذکری که شما میفرمایید چیه؟ فرمود ذکر لا اله الا الله. یعنی لا اله الا الله نوره، اما از لسان و زبان کی بیرون بیاد؟ اگر این لا اله الا الله با اخلاص بود تبدیل به همین نور میشه. لذا وقتی که این صحابی از
رسول خدا پرسید که یا رسول الله ما ثمن الجنه؟ حضرت فرمود قل لا اله الا الله مخلصا. بعد وقال ادامه داد و اخلاصه ان يحجزه عما حرم الله. فرمود میخوای ببینی که آیا این اخلاصت، این ذکر لا اله الا الله واقعا مخلصانه بوده؟ میگه اگر این ذکر لا اله الا الله تو را از محرمات الهی، از گناهان منع کرد، میفهمی که این اخلاص، این لا اله الا الله با اخلاص بوده. اثر لا اله الا الله واقعی و با اخلاص این است که انسان از گناهان توفیق اجتناب از گناه پیدا میکنه. خدا میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. اثر نماز با اخلاص، اثر نماز واقعی اینه که تنها عن الفحشاء والمنكر. اثر بعضیش اینه که انسان توفیق اجتناب از گناه پیدا میکنه. لذا اخلاص در اینجا مدخلیت داره که گفتن لا اله الا الله طبق این نظر پیغمبر، اگر کسی لا اله الا الله را مخلصانه بیان کنه، اولا تبدیل به اون نوری میشه که از زبان انسانهای مخلص ساطع میشه، بعد هم موجب توفیق الهی میشه که انسان از گناهان و معاصی خدا اجتناب کنه. این یه حدیث. حدیث دیگر در روایت ما داریم که اگر کسی 40 روز در راه مخلصانه، در راه خدا مخلصانه عمل کنه، یعنی 40 روز از زمانی که از خواب برمیخیزد برای فریضه صبح، رفتارش و کردارش و گفتارش و عباداتش و صحبتاش همه مخلصانه باشه، در حدیث دارد که پیغمبر خدا فرمود ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. نتیجه این 40 روز اخلاص اینه که خداوند حکمت را از قلبش بر زبانش جاری میکنه، یعنی رسیدن به اون مراحل اولیاء الهی. در خاطرات یکی از عرفا در ایران نقل کردن که یک کاسبی که میرفت نماز این عالم عارف، یه روز بعد از نماز سوال کرد که من دلم میخواد بالاخره برای خدا کارها مخلصانه باشه. 3 دستور العمل به او داد. گفت 1، تو کاسبی، در کسبت انصاف به خرج بده. 2، غیبت نکن. 3، نمازها رو اول وقت بخون. 40 روز گفت بر این مداومت کن. همین 40 روز باعث شد که پس از 40 روز میان آمد محضر این عارف، عرض کرد به این که تحولی در من ایجاد شده که چشم برزخی پیدا کردم، واقعیت انسانها رو میبینم. ببینید اخلاص به کجا میرسه؟ واقعیت افراد رو میبینم که عنوان تعبیر چشم برزخی میشه. همینی که انسان اینجا نشسته از پرده غیب، از پشت دیوار میتونه خبر بده. اثر چیه؟ اثر اخلاص. لذا فرمود به این که کسی 40 روز اخلاص داشته باشه، دیگه بقیه هم ادامه پیدا میکنه. این اثرات را خدا، اثرات وضعی را بر او قطعا بار خواهد کرد. لذا یکی از صفات و ویژگی های سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام اخلاص او بود. برای همین در زیارتنامه آقا میخونیم اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. اخلاص امام حسین علت خلود نهضت امام حسین، جاودانگی نهضت امام حسین، ماندگاری قیام امام حسین به خاطر این بود که این خلوص سرلوحه کار امام حسین علیه السلام بود. خیلی ها در طول تاریخ خونبار تشیع پس از امام حسین، شبیه امام حسین به شهادت رسیدن. شخصیت های زیادی، حسین شهید فخر، به یک وضع جانگدازی به شهادت رسید، قیام کرد. فخر یه منطقه است بین مدینه و مکه. در منطقه فخر شکست خورد و او را با یک وسیله جانگداز به شهادت رسوندن. لذا خیلی ها میگن
شهادت او شبیه امام حسین علیه السلامه، شهادت شخصیت مثل زید ابن علی، یحیی ابن زید، همه اینها. اما در میان همه اینها میبینیم قیام و نهضت و اون مکتب امام حسین ماندگار شده. چرا؟ چون در قیام عاشورا، اینو دقت بفرمایید، در قیام عاشورا یک نقطه‌ای که مبهم و انگیزه غیر الهی باشه پیدا نمی کنید. اخلاص سبب ماندگاریه. انسان یک کار مخلصانه که انجام میده، قطعاً خود این کار اثر وضعیش ماندگاریست. علی علیه السلام یک شب مخلصانه در بستر پیغمبر خوابید، ایثار کرد جانش را برای نجات جان پیغمبر. این کار او جاودان موند. لذا بعد دارد که اون آیه کریمه نازل شد در ذکر این فضیلت امام علی علیه السلام، به خاطر اون کاری که با اخلاص کرد. لذا هیچ نقطه ابهامی در نهضت امام حسین نیست، اونم به خاطر اخلاص که امام حسین داشت. ببینید در قتلگاه، در آخرین لحظات امام حسین با خدا یه مناجاتی داره که اینا در مقاتل نقل کردن، که یک تاپرستی و توحید و اخلاص از این مناجات موج میزنه. حالا من یه استفاده از این مجلس کنم که عزیزان، بالاخره ما این مجالسی که میاییم بر پای این مجالس برای عزاداری امام حسین یک وسیله است، برای اینکه ما با آموزه‌های دینی آشنا بشیم، با معارف دینی آشنا بشیم، سطح معلومات معارف دینیمون رو بالا ببریم. ولی اگر بنا باشه بیایم اینجا فقط گوش باشیم و رفتار و کردار و عمل خودمون را با گفته‌های معصومین تطبیق ندیم، آمدن بیهوده‌ای بوده و وقت تلف کردن بوده. لذا همین آموزه برای ما کافی است. بیایم یه قدری در کارهایمون اخلاص را مدخلیت بدیم، رنگ خدایی بدیم به کارهامون. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ اگر کارهامون با اخلاص بود، یعنی به کارهامون رنگ الهی دادیم. اگر کارهامون برای خدا بود، دیگه انسان توقع تعریف نداره، توقع ستایش نداره، این توقع ها از بین میره. یه سری کدورت هایی که انسان برای سر این کاری که برای کسی کرده از بین میره. گاهی وقتا شده که انسان یه کاری برای انسان یه طرف انجام میده، ازش تشکر و تقدیر نمیشه، میگه من دیگه از برای این آقا کاری نمی کنم. چرا؟ چون یه دست مریضات به من نگفت. خب اگر تو برای خدا کردی، توقع و موضوع ستایش و تعریف از بنده نباید داشته باشی. اگر برای بنده خدا کردی، پس این عمل در راه خدا چی بوده؟ هباء منثورا بوده، بیهوده بوده. لذا بیایم یه قدری در رفتارمون، در کارهامون، در اعمال عبادیمون این آموزه اخلاص را مدخلت بدیم، که اگر بتونیم به این مرحله برسیم، میرسون به اون مرحله از مراتب عالیه ایمان در راه خدا. و همین ویژگی امام حسین، یعنی صفت اخلاص، این ویژگی اخلاص امام حسین بود که در راه خدا از جانفشانی و ایثار فرزند رشیدش علی اکبر دریغ نکرد. در مقاتل دارد که پس از اینکه اصحاب به شهادت رسیدند، اولین کسی که داوطلب رفتن میدان شد فرزند رشید امام حسین علی اکبر بود. حالا گفته میشه چون حضرت چند تا فرزند پسر داشتن، اسمشون علی بوده، این از همه بالا بزرگتر بوده، ارشد فرزندان بوده، لذا معروف به علی اکبر میشه. و شهادت علی اکبر به قدری جان گدازه که در زیارت عاشورا و این سلامی که ما میدیم، یک سلام هم مخصوص علی اکبر داده میشه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. این علی ابن الحسین مراد همون علی اکبر امام حسینه. میگن یک سبب شاید از این که یک سلام ویژه علی اکبره، به خاطر
جانگزازی شهادت علی اکبر است که در مقاتل دارد قطعوه به سیوف عربن عربو. حالا به خاطری که امام حسین را از امام حسین انتقام بگیرند، این بلا را بر سر نعش علی اکبر انداختند. آمد محضر مقدس امام حسین، اتعدن لیا ابا، اذن گرفت برای رفتن به میدان. طبیعی است امام حسین بعد از اینکه اصحاب همه به شهادت رسیدند، حضرت اجازه فرمود بدون تأمل. اما در مقاتل دارد که نظر علیه نظر آیس، یه نگاه مأیوسانه‌ای به قد و بالای علی اکبر انداخت، یعنی دیگه علی اکبر از این رفتن میدان دیگه سالم بر نمیگرده، علی اکبر جان سالم به در نخواهد برد. لذا رو کرد به سمت آسمان، اللهم اشهد هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا و منطقا. عرض کرد خدایا تو گواه هستی که علی اکبر من شبیه ترین مردم به رسول خدا در تمام زمین ها، خلق و خلق و منطقش به سمت میدان جنگ ره سپار شد. بعد دارد امام حسین فرمود که کلما اشتقنا الی نبی یک نظرنا الی هذا الغلام، هر وقت ما دلمون تنگ میشد برای جدمون رسول خدا، یه نگاهی به چهره علی اکبر میانداختیم. لذا میگن که وقتی رفت به میدان یه نگاه مأیوسانه ای کرد. داغ جوان داغ سختیه، اما امام حسین در مورد علی اصغر فهمود که هون علی ما نزل بی انه به عین الله، چون این کار در محضر خداست به عین الله، این مصیبت رو برای انسان آسان و سهل میکنه. لذا داغ جوان داغ سختیه، خدا صبر بده به اون خانواده هایی که داغ جوان دیدن. به هر صورت داغی است که سالیان سال مادر تا آخرین لحظات عمرش هم از یاد نمیبره و فراموش نمیکنه. لذا نگاه امام حسین نگاه مأیوسانه ای بود. رفت به سمت میدان، یک وقت دیدن که صدای ناله علی اکبر از میدان بلند شد. امام حسین آمد سر نعش علی اکبر، یه قدری گفتگوی داره امام حسین با فرزند ارشدش علی اکبر. خیز از جای نگر، یوسف گل پیرهنم علی جان، خیز از جا و نگر، یوسف گل پیرهنم پیر کنعان بلا، باب غریب تو منم، نوجوان بر سر نعش تو زمین گیر شدم. امام حسین زر نعش فرزند علی اکبر زمین گیر شد، یه قدری استاد تأمل کرد، نوجوان بر سر نعش تو زمین گیر شدم، از غم داغ تو ای تازه جوان پیر شدم. هی گفت و گفت ختام کرد، نگفت و نگفت تی سخنی، هرچه تو را بوسیدم علی جان، تو نگفتی سخنی، هرچه تو را بوسیدم، نگشودی لب خود هرچه صدایت کردم. دارد فرمود قتل الله قوما قتلوک
نشست کنار نعش جوانش علی اکبر، فوضع خده على خده، صورت به صورت جوانش گذاشت، فرمود بنی على الدنيا بعد کلافا، عزیزم علی خاک بر این دنیا و زندگی در این دنیا بعد از مرگ تو. دارد یه مقصدا کرد، یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفستاد. میگن بر امام حسین دستور داد به جوانان بنی هاشم بیان نعش و جنازه علی را ببرن کنار خیمه. میگن علت داره، اونقدر جراحت بر این جسد وارد شده بود و بدن او را با شمشیرها قطعه قطعه کرده بودن که امام حسین یارای بردن جسد علی اکبر نبود. یه وقت دیدن جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. بنی على الدنيا بعدك العفو. پروردگارا به جوانان به جوان امام حسین علی اکبر قسمت می دهیم، جوانان ما را از شر اشرار و کید کفار پروردگارا در پناه خود و امام زمان محفوظ و مصون بدار. حوائج شرعی این جمع را به هدف اجابت و استجابت برسان. مریض های اسلام، مریض های این جمع، مریض های صعب العلاج را پروردگارا همه اونها را از سایه لباس و عافیت بپوشان. در جهت شادی ارواح طیبه مؤمن و مؤمنات، اموات این جمع و اموات این حقیر، به ویژه بانی و مؤسس این بنیان مرحوم حاج احمد دانشیار و همچنین برادران عزیز جناب آقای ابو علی شمری و آقای عباس دینی و ارواح علمای اعلام روح پرفتوح امام امت رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. الثالث على حب فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد.